بینندگان شریف و نجیب سلام و درود بر شما خبرهای استراری از حوزه اسرائیل مواصلت کرده است نتانیاهو با جمعی از اعضای کابینه امشب در پناگاه زیرزمینی بیت المقدس خزیده بودند ایرانی ها با شلیک 250 موشک بالستیک بر اهداف کاملا نظامی اسرائیل حمله کردن البته برای فعلا پایگاه نظامی را هدف قرار دادن تا این دم که من خدمت شما صحبت میکنم از وزیر دفاع اسرائیل خبری نشده است یعنی در عقب دوربینا دیده نشد حمله موشکی و پهپادی ایران این بار توانسته از پدافند هوایی چند لایه اسرائیل که عمدتاً گنبد آهنین شناخته عبور کرده و به اهداف مانند پایگاه هوایی نواتیم اصابت کردند فرمانده سپاه پاسداران ایران سردار سلامی اعلام کرد که 200 فروند موشک به طرف اسرائیل شلیک شده این عملیات عملیات در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده بود رادیوی رسمی اسرائیل البته رادیو ارتش گفت بیش از 250 موشک بالیسی که در مناطق مختلف فلسطین کوبیده از جمله پایگاه های نظامی را تصاویر زنده که دیده شد در آسمان تلوی نشان می‌دهد و برخ شهرهای دیگه اسرائیل که حجم گسترده موشکا در روانه هستن به طرف اهداف اصابت بکنند تصاویر زنده بود و ای بار برخلاف گذشته تصاویر زیادی در شبکه اجتماعی هم رسانی شد و خود مردم اسرائیل تصاویر گرفتن پخش کردن. تصاویر بسیاری زد شد و مل... با... حتی به اندازه که موساد و تمام شبکه اجتماعی هوشدار داد که از ضبط تصاویر باید خودداری شود خب البته چرا این کار کردم؟ به خاطر ازی که موشکا به اهداف خود کاملا اصابت کرده و لحظه اصابت هم اینا تصویر گرفتن سیستم پدافند هوایی اسرائیل هم کاملا آجز بوده که البته قبلا در از حمله هزبالات او سیستم ها اما زخیره خود خالی کرده بودن خطابی که ناتانیاهو داد از زیر زمین انگام خطابه از مخفیگا دستاش میلرزید و گونه که آدم در تصویر میبینه که ورقها هم میلرزد و این صحنه مورد توجه کاربران قرار گرفته است به این ترتیب بیانی دوم سپا اعلام شد نشر شد که 90 درصد شلیکا با موفقیت به هداف ثابت کردند و در حقیقت گفته شده که ما پدافند هوایی اسرائیل تحقیر کرده بیانی ناتانیاهو دیگه کدام بیانی نداده کانال سیزده اسرائیل گزارش کرد که ناتانیاهو به همراه تعداد از وزرا در امو مکان مستحکم زیرزمینی در بیت المقدس هنوز هم اونجا هستن رسانه های ایبری گفتن که در کل 1868 مورد هوشدار در یک ساعت فعال شده بوده گزارشی که می رسال مقر موساد ویران شده است شبکه تلویزیونی النجوا در عراق اعلام کرد که در حمله موشکی مقر موساد, موساد کاملا دقیق هدف قرار گرفته و شکل نقطه زن و تخریب شده است روزنامه هارتس در اسرائیل اعلام کرد که وزیر دفاع در دسترس نیست و از وضعیتش کسی هم خبر ندارد البته اینا تماس گرفتن هیچ کس پاسخشان نداده خیابان های تلوی و از ترس موشکا ها یعنی بسرعت خالی شده بود مثلا شهر پرنفوس رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان در اطلاعه خود گفت ای تنها گوشه از توان ایران است و با ایران باید وارد درگیری نشوید یک منبع در سطح رهبری حزب الله الجزیره گفته است که تایید شده که تلفات زیاده در بین سربازان اسرائیلی وارد شده است ارتش اسرائیل اعلان کرد امشب با سر تا سر خاور میانه حمله خواهیم کرد و گزارش هم رسیده بود که عملیات انتحاری در تلویف در دستور کار بوده و یا انجام شده است که ما این قسمت جزیات تا نیافتیم جستجو میکنیم خب بر اولین بار اولین تصویر از آتش سوزی برجای تلویف در اثر اصابت موشکای سپای ایران دیده شد المیادین به نقل از منابع در لبنان خبر داد پایگاه های حدساریم، ندساریم و نواتیم بر اثر شدت آسیب های حاصل از اصابت موشکای ایرانی کاملا از استفاده خارج شدند خبرگزاری سینن خبر داد ایران موشکان موشک های بالستیک زیادی را آماده کرده و فقط منتظر شلیک به اسرائیل است در صورت ادامه جنگ حساب منتصب به سپاه پاسداران با انتشار یک تویت جدید به زبان فارسی و ایبری نوشت اگر هنوز زنده هستید به خاطری است که ما نخواستیم شما بمیرید بایی رقم جنگ روانی هم به این شکل در جریان است تصاویر جدیدی از صحابت, م... صحابت موشکای ایران به پایگاه هوایی تلنوف در, در نزدیکی تلویف نشر شد که همینطور که پیشتر گفتم تصاویر بسیار زنده گویا و غیر قابل چشم پوشی است واکنش امریکا و اسرائیل طوری بود که پنتاگون گفت ایران دو موشک زده فقط ده موشک رهگیری شده از ایران درخواست کرد که استاد شد درخواست امریکا البته دو, دو نوع درخواست بود یکی گفت که استاد شوین جنگ نباید شود و دیگه ای که شورای امنیت ملی در کاخ سفید و ارتش دستور مداخله و ورود در جنگ داده که در برنامه قبلی ما سرش تمرکز خواهیم کرد و موزه امریکا خب م... یک کشور پخته و با حوصله است و نشان میده که آ... اسرائیل ضربه سنگینی متحمل شده و سکوت اسرائیلی ها نشان میده که ضربه باعث غافلگیری اگر نبوده باعث یک تخریبات شدید شده است ابو عبایده از سران حماس اعلان کرد که این حمله ضربه محکمه و اسرائیل وارد کرده است سخنگوی گردان های قسام ابو عبایده اعلام کرد که ما واکنش کنش ایران که کل جغرافی های فلسطین اشغالی را در بر گرفت و ضربه محکمی بود تبرید میگویم بیاند. و سحنه های بسیار زیادی در جهان عرب و غیر عرب به خاطر شادمانی و خوشحالی و استقبال از این حمله خب با عجیب است یک دنیای عجیب است دو طرف جنگ قربانی است آدم ها در دو طرف جنگ قربانی میشن و طوری شده که و هیچ رای حل سیاسی دوام دارم این مازلا نداره همچنانی که از گذشته نداشت بعد از هم نداره اما این ببینید در یک مقطع یک م... تعداد مردم خوشحال میشه در یک مقطع تعداد مردم دیگه تراژدی انسانی اینجاست سرلشکر باقی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت اگر طرف پاسخ بته باید منتظر تخریب زیرساختهای خود در مقیاس وسیع باشد با توجه به مو... ویدیوهای موجود و مو... جیو بخش قابل توجهی از موشک ایرانی پایگاه هوای... هوایی نواتیم در آتش فرو برده ناتانیو در گفتگو با روی ترز گفت که عملی موشکی شکست خورده عراقچی وزیر خارجه گفت اقدام ما با پایان رسیده اسرائیل دست به اقدام زد قوی تر پاسخ داده میشه یعنی اقدام به پایان رسیده مگری که اسرائیل دوباره واکنش بیشتر نشان بده و تکرار سخنان شورای امنیت ملی ایران و سرداران ایرانی است ناتانیاهو اما وقتی که اوراق گرفته بود دستایش میلرزید گفت ایران امشب اشتباه بزرگ مرتکب شد تاوانش به شدت خواهد داد خب بران ها همه چیز در دست امریکایاست ببینیم چی کار میکنم. باقر خالیباف گفت تنها گوشه از قدرت ایران به اسرائیل نشان داده شد در برابر تهدیدات طرف پاسخهای دور از انتظار آماده است روزنامه اسرائیلی هارتس برای اولین بار با یک خب البته هارتس یک روزنامه چپگراس همیشه این مسائل میگه با اشاره به عملی موشکی ایران نوشت که تمام اصلهای دنیا نمیتانه ای شب ایده روش هاشانه را برای ما شیرین بکنه یعنی شب عید که مذهبی اسرائیلی هم بوده امشب موشکای سپا در محور نتزاری مرز بین شمال و جنوب غزه نتزاری بسیار مهم است و تلفات گرفته و, و تقریبا خرابی زیاده که به با بار در محور نتساریم است برخی منابع از عملی جنگنده های امریکایی همزمان امشب بر مواضع مقاومتی های عراق و سوریه در منطقه معیزیله در صحرای دیر زور خبر دادن که البته این حملات فعلا ابتدایی است بیشتر زیر تاثیر جو حمله ایران به اسرائیل از همه طرف ها گزارشی که آمد تصاویری را که ما دیدیم مقر موساد در حال سوختن بود یک تحلیلگر ترکیه گفت مقر موساد مورد صحبت قرار گرفته تصاویری که پخش شده یعنی تقریبا اینا متعجب شدن خاطر از اینکه در شب سال نو یهودی بر اسرائیلی اینا عادی آتش و جنگ دادن در پای ای حمله اینه در خود اسرائیل درخواستا از انجمن ناتال بر خدمات روانی به سلاب روان درمانی که ارائه می 480 درصد اضافه شد تقاضا مردم شوک شده زینشان از کار میفته یعنی به صورت 24 ساعته کارم میکنن و شماره که از متقاضیان به 3362 نفر رسید دمی مرکز خدمات روان پزشکی انجمن ناتال ویدیو هم از فرودگاه نواتین بازم دوباره مخابره شده انشان میده که حسابت بسیار عمیق و سنگین بوده پایگاه نواتین و ما شما میدانیم که به عنوان پایگاه 28 نیروهای هوایی اسرائیل شناخته میشه در جنوب اراضی اشغالی است بین بعرالسبع و آراد واقع شده اونجا خب البته دا دا تمام مقره که کوبیده شده هیچ کدومش خطا نرفته مکمل بر اهداف به شکل نقطه زده شده و جتای جنگنده رادارگوری هواپیمای ترابری هواپیمای سخترسان و ماشینالات شناسایی تشخیص الکترونیکی و همه چیزهایی که ما شما از اسرائیل میبینیم چهار طرفه میزنه در پایگاه 28 هست همین پایگاه نواتی ای که سری جتای جنگنده رادار چی آمده هواپیمای بزرگ انتقالاتی چی شده هواپیمای سخت رسان و همه چیز معلوم نیست ما کوشش میکنیم جزیات را در ساعت بعد خدمت شما ارائه بکنیم نواتیم خلاصه از بزرگترین پایگاه هوایی در اراضی اشغالی است و دارای مثلا سه خط پرواز است